سلام دوستان، من علی شیخ نظری هستم. به چنل من خوش اومدید. تا حالا شده که بخشی یا صفحه‌ای از کتابتون رو بخونید ولی دوباره مجبور بشید که باز هم به اون سر بزنید، به این خاطر که نتونستید متوجه بشید دقیقاً چی به چیه؟ اگه بخوایم رو راست باشیم، اکثر ما بارها و بارها این اتفاق واسمون افتاده و باید هم بهتون بگم که اگه شما بری سراغ صفحه‌ای و چیزی ازش یاد نگیری، به معنی کامل وقتتو هدر دادی و این شیوه‌ای نیستش که بخوان افراد باهوش از اون استفاده بکنن. اما خب این نگرانی از بین میره، چون تو این ویدیو میخوام در مورد 3 تا از بهترین روش‌های یادگیری که میتونه بهتون کمک کنه نمرات بهتری بگیرید رو توضیح میدم، بدون اینکه نیاز باشه بخواید تایم یادگیریتون رو افزایش بدید. منتها قبل از وارد شدن به بحث بهتون بگم که حتما بدید رو اون گزینه قرمز سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله بغلش هم یادتون نره و توی کامنت ها منو ساپورت کنید، چون میتونه کمک بکنه به الگوریتم یوتیوب که ویدیو منو بیشتر سرویس کنه. لینک پیج اینستاگرام و تلگرام این پایین میذارم که اگه خواستید برین اونا رو دنبال بکنید. تکنیک اول اسمش هست پردازش اطلاعات پیشرفته. این تکنیک یادگیری برای شخصی به اسم جیم کویک هست که این شخص توی زمینه یادگیری و کتابخونی متخصص هست و یک کتاب هم به اسم بی حد و مرز یا به اصطلاح خارجیش لیمیتلس نوشته و توی این کتاب در مورد راهی که بخوایم قدرت مغز و یادگیریمون رو افزایش بدیم توضیح داده. این تکنیک فوق‌العاده آسونیه ولی نتایج اون بی‌نظیره و به شما همچین قابلیتی میده که با 2 ساعت درس خوندن بتونیم به اندازه کسی که 8 ساعت درس میخونه اطلاعات یاد بگیرید و اونها رو حفظ بکنید. و کلید حفظ کردن مطالب توی این تکنیک پرسیدن چندین سال از خودتونه. اگه شما کتابی رو میخونی و وقتی به آخرش میرسی و میبینی که چیزی به یاد نمیاری، دلیلش به این خاطره که از خودت سوالی نمیپرسی و این مشکل بزرگی خواهد بود، مخصوصا اگه داری کتابی میخونی که قطورتر، حجیمتر و در واقع نچسبتر از کتابای دیگه است. اما وقتی شما این کتاب خوندن از خودتون سوال میپرسید، اون حجم اطلاعاتی که یاد میگیرید خیلی بالاتر خواهد رفت. و کاری هم که باید انجام بدید به این شکله که چند تا کاغذ رو جلو خودتون قرار میدید و اون کاغذ رو به 2 قسمت تقسیم میکنید. قسمت سمت چپ کاغذ رو اختصاص بدید به نکات و اطلاعاتی که میدونید واسه امتحانتون لازمه و سمت راست کاغذ هم مربوط میشه به افکار شما و سوالاتی که باید از خودتون بپرسید. و جیم کویک هم میگه که این وسط 3 تا سوال هست که شما باید از خودتون بپرسید و به اونها جواب بدید. سوال اول اینه که من چطور میتونم از اون اطلاعاتی که به دست آوردم استفاده بکنم. این سوال شما رو مجبور میکنه که اون تکه اطلاعاتی که به دست آوردید رو بتونید به یک تصویر بزرگتر تبدیل بکنید و در واقع باعث میشه که اون اطلاعات جدیدی که به دست آوردید رو بتونید به اون اطلاعاتی که از قبل یاد داشتید مرتبط بکنید. توی این مرحله مغز شما تکه اطلاعات جدید رو به اطلاعات قبلی وصل میکنه و شروع میکنه به قوی کردن شبکه‌های عصبی که مربوط به اون موضوع میشه و در نتیجه باعث میشه که یادگیری موضوعات و حفظ کردن اونا حتی در آینده برای شما آسان تر باشه. سوال دومی که باید از خودتون بپرسید اینه که من چه زمانی قرار از این اطلاعات استفاده بکنم. این سوال باعث میشه که یادگیری مطالب برای شما ضروری تر بشه و در واقع یک حالت اضطرار برای شما ایجاد میکنه. اکثر مواقعی که ما درس میخونیم به شکل سطحی درس میخونیم و در واقع سرسرکی همینجوری صفحات رو ورق میزنیم و پشت سر هم ازش رد میشیم و دلیل اصلی موضوع به این خاطره که حالت اضطراری برای ما پیش نیومده. و دلیل اصلی که اکثر افراد 24 ساعت قبل از امتحان خودشون رو مجبور میکنن که برن سراغ درسشون رو پشت سر هم بخونن، به این خاطره که یک حالت اضطرار واسهشون پیش اومده. پس با پرسیدن این سوال شما خودتون رو مجبور میکنید که باز هم به مطالبتون سر بزنید. معمولا روز امتحان یک ضرب العجل به حساب میاد، ولی اگه به عنوان مثال 1 هفته یا 1 ماه مونده باشه به امتحانتون، امکان اینکه بخواید مطالب رو از یاد ببرید خیلی بالا میره و شما باید این وسط یک برنامه واسه خودتون بچینید که طی این 1 ماه آینده چند بار بخواید به اون مطالب سر بزنید. و سوال سومم پرسیدن چراییه، که دقیقا من چرا میخوام این اطلاعات رو حفظ بکنم. و دلیل اصلی پرسیدن این سوال به این خاطره که اگه واسه شما اجباری نباشه که بخوای بری کاری رو انجام بدی، در نتیجه متقاعد کننده هم نیستش که بخوای بری اصلا اونو حفظش بکنی. و جواب شما به این سوال میتونه این باشه که اون اطلاعاتی که نوشتید امکان اینو داره که بخواد توی امتحان و یکی از سوالات حضور داشته باشه، و یا حتی شاید استادتون به شکل واضح گفته بوده بهتون که از این قسمت کتاب قرار سوال بیاد و این میتونه دلیل محکم باشه که برید اون مطلب رو حفظ بکنید. تکنیک دوم اسمش از تکرار فاصله دار. تکرار فاصله دار به این شکله که شما بعد از اینکه اطلاعاتی رو حفظ کردید، یک بازه زمانی واسه خودتون قرار میدید که 1 روز بعد، 3 روز بعد، 1 هفته بعد
دوباره برگردید سراغ اون مطالب و اون رو مرور بکنید تا اینکه بخواد به شکل کامل تو مغزتون جا بگیره. این شیوه یادگیری به حد خیلی زیادی میتونه استرس رو از دوش شما برداره و از طرف دیگه هم یادگیری مطالب رو فوق العاده آسون بکنه. و این تکنیک یادگیری هم برای روانشناسی به اسم هرمن ابینگهاوس هست که در سال 1885 توی یکی از کتاباش به اسم حافظه مشارکتی برای روانشناسی تجربی به این موضوع اشاره کرده و گفته که مرور کردن در بازه‌ای زمانی که برنامه‌ریزی شده باشه میتونه به شما در سریع‌تر یاد گرفتن موضوعات فوق‌العاده کمک کنه و الگویی هم به ما معرفی کرده که الان بهتون نشون میدم. و اون الگو هم به این شکله که شما درستون اول از همه میخونید و بعد از 6 ساعت دوباره بهش سر میزنید و یک مرور میکنید و بعد از اون دوباره بعد از 24 ساعت برمیگردید و یک بار دیگه هم مرور میکنید و بعد از اون دوباره بعد از 3 روز دیگه برمیگردید و یک مرور دیگه هم انجام میدید و هرچی زودتر تونستید این مطلب رو یاد بگیرید باز زمانی رو هم طولانی تر بکنید، یعنی واسه دفعه بعدتون بذارید واسه 7 روز دیگه و بعد از اون 7 روز بذارید واسه 14 روز دیگه و هر دفعه که شما برگردید و شروع کنید به مرور کردن متوجه خواهید شد که میتونید خیلی بهتر از قبل مطالب رو یادآوری کنید و سناریو هم به این شکل میشه که اگه این سوال و این اطلاعات توی امتحانتون بیاد شما به راحتی میتونید مو به مو تمام اون سوال رو جواب بدید. مطابقت بهتون بگم دوستان که این تکنیک به هیچ وجه واسه شب امتحان به دردتون نمیخوره و حداقل شما به یک بازه زمانی یک هفته‌ای نیازمند خواهید بود. تکنیک سوم اسمش از تکنیک فاینمن. وقتی شما برای امتحانتون درس میخونید نکته کلیدی موفقیت شما اینه که بتونید یک موضوع به خوبی درک بکنید و برای شما کار سختی خواهد بود که بخواید چیزی رو به یاد بیارید که نتونسته باشید اون رو به خوبی درک بکنید. حتی اگه بخشی از اون اطلاعات هم به یاد داشته باشید باز هم به هیچ به دردتون نمیخوره. چون شما فقط و فقط چندین کلمه رو به یاد دارید و در واقع اصل مطلب رو نتونستید به خوبی یاد بگیرید. تکنیک فاینمن به شما کمک میکنه که بتونید خودتون رو تست کنید و بفهمید که آیا تونستید به خوبی اون موضوع رو یاد بگیرید یا نه. و این تکنیک هم به این شکله که شما اون مطلبی که یاد گرفتید رو برید به یک شخص دیگه هم توضیح بدید. که این تکنیک شامل 4 مرحله میشه. مرحله اولش مرحله ای هستش که همیشه انجام میدید و در واقع مرحله درس خوندنه که شما میرید گوشه درستون رو میخونید و بعد از اینکه درستون رو خوندید آماده میشید واسه مرحله دوم. مرحله دوم مرحله هستش که شما اون اطلاعاتی که یاد گرفتید رو بدون اینکه بخواید دفتر یا کاغذتون رو باز بکنید و در واقع مراجعه کنید به اون اطلاعات برید به شخصی که اصلا 1% حتی اطلاعاتی نداره در مورد اون موضوع بدون واسهش توضیح بدید. به عنوان مثلا شما که 15 سالتونه برید این مطلب واسه شخصی که 13 یا 14 سالش هست به شکل حالا روی کاغذ یا روی تخت وایت بورد یا به شکل توصیفی توضیح بدید که اون شخص بتونه درک بکنه. مرحله سوم مرحله شناخت باگ ها و مشکلاتتونه که معمولا حین یاددهی امکان اینو دارید شما که چندین و چند مطلب رو به خوبی یاد نگرفته باشید و بعد از اینکه فهمیدید دقیقاً مشکلتون کجاست دوباره برگردید سراغ دفتر و کتابتون و اون مطالب رو دوباره شروع کنید به خوندن. و حتی اگه دیدید به شکل کامل نتونستید توضیح بدید اینو بدونید که نتونستید اون موضوع به خوبی درک بکنید. چون وظیفه شما تو این تکنیک اینه که بتونید به ساده ترین شیوه اون رو به دیگران یاد بدید. و مرحله چهارم و آخر مرحله تکرار کردن این پروسه است تا موقعی که بتونید به کامل ترین شیوه اون رو به شخص مقابلتون یاد بدید. وقتی شما به این شکل جلو برید دقیقاً میشید مثل یک معلم. چون یک معلم جدا از اینکه اون موضوع رو بلده قابلیت اینو داره که بخواد اون رو به دیگران هم یاد بده و حتی اگه ازش سوالی هم پرسیده بشه قادر خواهد بود که بخواد به اون سوالات هم جواب بده. در آخر بهتون بگم دوستان که من یه ویدیو در مورد همین موضوع یادگیری صحبت کردم که در مورد چندین راهکار ساده‌ای که میتونه سرعت یادگیری شما رو افزایش بده تو اونجا صحبت کردم و حتما پیشنهاد میکنم بدون ویدیو رو ببینید. لینکش رو این بالا میذارم توی دیسکریپشن هم میذارم. خب دوستان به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما یادتونه که ویدیو ما رو لایک بکنید. نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید که در مورد چه نوع موضوعاتی ویدیو We'll be right back.